خسته نباشین بچه هم. امیدوارم به موقع عمل کنه. یکی دوتا آدم مطمئن بذار بقیم دستت، مثل خلیل و اسماعیل. آدم زیاده قربون، من از جای دیگهش میترسم. این دفعه کار یه شی سمنار نیست. برای تو چه فرقی میکنه؟ مگه خودت بخوای بمبو بذاری؟ اون دفعه یه کارخونه وسط جاده بود. حالا فکرشو کردین چند هزار نفر ممکنه کشته بشن؟ تو قصه مردمو داری؟ 100 کیلو TNTه. با سرهنگ صحبت میکنم، پول بیشتری براتون میگیرم. هر چقدر پول واسه این کار بدین کم دادین. ما جونمونو گرفتیم کف دستمون. اگه همه چی درست پیش بره، صدای این یکی رو تمام دنیا میشنوه. همه یه کارا ردیف شده. شما خاطر جمع نمیخواد جواب بدیم. قرار تلفنی با کسی نداریم. سلام بابا. سلام عزیزم، چرا نخوابیدی؟ تنهایی میترسیدم، خوابم نمیبره، منتظر شما بودم. مرده به این گندگی از چی میترسه؟ خب حالا چشماتو هم بذار و بخواب. کارت تموم شد؟ آره. دیگه نمیری؟ نه دیگه نمیرم. حالا بخواب. باش. برق رفته بود بابا؟ آره. فکرشو کردین چند هزار نفر ممکنه کشته بشن؟ تو قصه مردمو داری؟ 100 کیلو TNTه. چند هزار نفر ممکنه کشته بشن؟ چند هزار نفر ممکنه کشته بشن؟ با سرهنگ صحبت میکنم. با سرهنگ صحبت میکنم. قشنگه نه؟ لنگشو بریم. 20,000 تومان برای سرویس. خب جنسش کن. دفعه بده اینجا. این سلام. سرویس رو ملاحظه بکنید. مال فرانسه است. قیمتش هم براتون مناسب. اینجا چکار میکنی؟ برو هوای مشتری ها رو داشته باش. برو ببینم. چی شده؟ این کارا یعنی چی؟ تو که گفتی هیچ که اونجا نیست. خب نیست؟ اون آپارتمان خالیه. اون آپارتمان مسکونیه. خب به تو چه که مسکونیه؟ فکر کردی قالیچه تو خونه غیر مسکونیه؟ دو نفر اونجا بودن. خب شانس تو بوده، من که کف دستم رو بونه کرده بودم. حالا شیری یا روبا؟ تو اونا رو از کجا میشناسی؟ ای قرار نیست بنده به جنابالی حساب پس بدم. یه مرد مجرده که هفته پیش رفته ترکیه. من دیگه نیستم. یعنی باور کنم دست به چیزی نزدی؟ فکر میکنی با کی طرفی؟ با یه دوست؟ وقتی آدم یواشکی دوزکی بره خونه مردم، حتما مهمونه و دعوتش کردن. آره؟ کجا؟ من و تو میتونیم با هم کار کنیم. ای جلال صبر کن ببین چی میگم. زیاد شیطونی نکنی ها.
میدونی که حال بابا بزرگ خوب نیست. من از بابا بزرگ خوشم نمیاد. دیگه این حرفو نزنی ها. کیه؟ منم. سلام مامان. سلام عزیزم. خب دیگه غروب میام دنبالش. خداحافظ. خداحافظ. شما قبلا تحصیل داری کردین؟ نه. چرا به همون جای قبلی مراجعه نمی کنین؟ من با اونا درگیر شدم. در هر صورت باید از سابکار قبلی رضایتنامه بیارین. یکی هم باید ضمانتتون رو بکنه. یکی مثل کی مثلا؟ کاسب با جواز کسب یا کارمند دولت. پنجامه که چه کشور میگرده 120 تومن اونجا بده کار بیا 20 تومن اینم باقالی پلو به بابات بگو بذاره رو چراغ گرم شه با شعله کم هنوزم لیلی به لالاش میذاری؟ مگه سرت به سنگ نخورد؟ اون لات آسمون جال اگه قدرتو میدونست که کارت به اینجا نمیکشید من از اولشم میدونستم که این پسر علافه مادرت خامم کرد خدا از سر تقصیراتش نگذره پشت سر مرده حرف نزنی وایسه ببینم بابات هنوزم بیکاره؟ شب رفت سر کار نفهمیدم شب رفت؟ آره تو هم باش رفتی؟ نه رفت و زودم برگشت بفرما بچه طفل معصومو میذاره؟ اون وقت آقا خودش میره دنبال الواتی اگه من طلاق دخترم ازت نگرفتم تخم و ترکه بابام نیستم بده من اینو برو همون قبرستونی که شبا میری شامتو بخور آدم اینقدر جلوم برو بی خاصیت بابا خوب نیست هرچی باشه هنوز شوهر منه آقای کریمی احترامتو حفظ کن یه کاری نکن خدای نکرده خودتو جمع کن تو آبرو برای ما نذاشتی من نمیتونم تو فامیل سر بلند کنم من نمیخوام آدم زندون رفته دوم آدم باشه بابا بریجون شما خواهش میکنم بریجون گفتم بقل دست خودم بیا واسه کار کن نمیدونستم اینقدر بیارزه ای شنیدم رفتی سر کار چطور مگه؟ اگه شبا باید بری بهتره سعید اینجا بمونه نه بهتره ببرمش کدوم پدری یه بچه رو شب تک و تک این حرفا مال تو نیست با این حرفا نمیتونی بچه رو از من بگیری بچه مادر میخواد این بعدن معلوم میشه چیه؟ تماشا داره؟ با مردم چی کار داری؟ سوار شو خدافظ مامان خدافظ بیشتر روابط فرهنگی بین دو جمهوری اسلامی ایران آماده
ساندویچ خوشمزه ای تو بخور بابا جان. در پی بمبگذاری های اخیر تهران پیش از ظهر امروز وزیر کشور طی یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن تاکید بر این نکته که عوامل خرابکار ردیابی شده اظهار داشت بین این گروه و دولت بسیار عراق ارتباط و همکاری نزدیک وجود دارد. آدرس و مشخصاتش رو پیدا کنین، همراه گزارش افسر نگهبان بیارینش میشه. از جریان یه خرابکاری مطلع شده، دیگه یه جایی میخوان بمب بزنن. مجتمع مسکونی چی؟ راجب اونجا کاملا تحقیق کردیم، به مورد مشکوکی برخورد نشده. بسیار خوب. سلام. سلام، من افسر ویژه تجسسم. چرا انقدر مضطربی؟ منو بی خود بازداشت کردن، الان دو روزه. کسی شما رو بازداشت نکرده، شما خودتون اومدین به پلیس کمک کنین. بشین. به من گفتن شما از جریان یه خرابکاری مطلعین. حدودن. تا چه حدود؟ تا این حد که قراره یه روز یه جایی بمبی منفجر بشه. 100 کیلو TNT میونه چند هزار نفر. کی میخواد این کارو بکنه؟ نمیدونم. چطور فهمیدی؟ شنیدم. خودش به شما گفت؟ کی؟ همونی که میخواد بمب بذاره؟ نه، اونا داشتن با هم حرف میزدن. پس چند نفرن؟ بله، دو نفر، شاید هم بیشتر. اونا داشتن با هم قرارمدار میذاشتن. جلوی روی شما؟ نمیدونستن من اونجا. کجا؟ یا آپارتمان. آپارتمان کی؟ نمیدونم. به نظر طبیعی نمیاد. خیلی چیزا به نظر طبیعی نمیاد. بالاخره بعضی وقتا بدون اینکه آدم بخواد یه چیزایی میشنوه. مثل تلفن. اصلا فرض کن این خطا قاطی شده. منم تصادفا یه چیزایی شنیدم. به همین سادگی. من اگه بخوام فرض کنم قضیه خیلی فرق میکنه. میتونم فرض کنم یه عده میخوانم نیت شهر رو به هم بزنن و برای اینکه پلیس مزاحمشون نشه یه نفرشون مأمور میشه پلیس رو گمراه کنه. پس من میتونم فرض کنم اون یه نفر شما این. اگه اینطور فرض کنم که تو یکی از عاملین خرابکاری هستی، به جرم شرکت در توطئه بمبگذاری میتونم دستور توقیف تو بدم. اما من فرض نمی کنم، دنبال واقعیتم. تو هم باید کمکم کنی تا واقعیت روشن بشه. منم برای همین خودم اومدم خبر دادم. اما اگه قرار بشه پای منم وسط کشیده بشه، اون وقت دیگه پای شما وسط هست. در واقع تنها کسی که الان پاش وسطه خود توی. از گشتی شماره 12 به مرکز، دوشنبه 14 ساعت 6 بعد از ظهر. تا این لحظه به هیچ مورد مشکوکی برنخورد. از گشتی شماره 13 به مرکز، دوشنبه 14 ساعت 11:30 شب، دو نفر که یک ساک سیاه با خود حمل می‌کردن موقع خروج از در پارکینگ مجتمع. از مرکز به تمامی گشتی‌ها ساعات ورود و خروج کلیه ساکنین مجتمع رو با ذکر نام گزارش کنید. از گشتی ویژه به مرکز، سه‌شنبه 15 ساعت 7 بعد از ظهر، مأمور ویژه کماکان در مقر مستقر و در باره 11 به مرکز، چهارشنبه 16 ساعت 2:30 شب، چراغ یکی از آپارتمان‌های شرقی در طبقه 7 سه شب روز که خاموش نشد. مرکز به تمامی گشتی‌ها. تمام. آقا ببخشین آقا، شما با کی کار دارید؟ سلام پدر، من با آپارتمان شماره 81 کار دارم. نیستن. شما از کجا میدونید؟ از کجا؟ پس ما اینجا چیکاره ایم؟ هر کس بره بیاد ما میفهمیم. پس هر کی بره و بیاد شما میبینینه؟ بله. ببخشید شما با کی کار دارید؟ شما پرویشون باشید، من میرم بالا.
بودو، بودو که دیرمون شد. سلام خانم. سلام. ببخشید آپارتمان شماره 81 منزل نیستن؟ نمیدونم، مگه زنگ نزدین؟ چرا ولی؟ والا من خبر ندارم. اصلا اونا رو نمیشناسم. متشکرم. خواهش میکنم. اسم صاحب آپارتمان؟ یه آقایی به نام خرم رفته خارج. به کسی اجاره داده؟ کلیدش داده به یکی از دوستانش بیاد به ماهیا و گلدوناش سر بزن. اسمش؟ نمیدونم قربان. چطور نمیدونی؟ این مجموعه کلی آپارتمان داره، من که نمیتونم همه رو به اسم بشناسم، چی برسه به این مواد که موقتی آمده. ولی قبلا که دیدیش، الان هم اگه بره و بیاد که میفهمی. خب بله بله بله. مشخصات چه دقیق بگو. بفرمایید. امید فرا بیاریم. تو الان با شخصی روبرو میشی که احتمالاً قبلا اونو دیدی، از دوستان خرمه، به اون آپارتمان رفت و آمد داره. خوب فکر کن. ببرش. خب تا حالا ندیدمش خورم. مطمئنی؟ بله خورم مطمئن. تو فعلا آزادی، تو محل کارت میمونی، اگه کسی رو دیدی که میخواست بره آپارتمان شماره 81 به مامور ما که اونجاست میگی. فهمیدی؟ چشم خورم. چیزی دستگیرتون شد؟ در مورد قضیه اون شب هنوز نمیتونم نظر قاطعی بدم. ممکنه بگین تکلیف من کی روشن میشه؟ بعد از اینکه به سوال من جواب دادی. تو به قصد سرقت اون آپارتمان رفتی، درست میگم؟ بله. به نظر نمیاد حرفه‌ای باشی، اولین بار بود؟ حتما باور نمیکنین، اما راه دیگه نداشتم. تو آژانس که بودم زندگیم یه جوری میچرخید، تا اینکه تصادف کردم، هم خسارت دادم هم حبس کشیدم، دارو ندارم رفت. از زندون که اومدم بیرون کارمو از دست داده بودم. یکی دو نفر که تو زندون باهاشون آشنا شده بودم، وقتی خبردار شدن آزاد شدم برام پیغام فرستادن. دستشون تو کارهای خلاف بود. اول رو نشون ندادم، هی دور خودم چرخیدم، به هر دری زدم. مثل همیشه با زنم اختلاف داشتم، آخه بیکار بودم. روز به روزم اختلافمون بیشتر شد. هرچی بیرون میکشیدم سر اون بیچاره خالی میکردم. دیگه رسیدیم به جایی که خواست بره خونه پدرش، منم جلوشو نگرفتم، اونم رفت و موند. پدرشم که مثل همیشه تو زندگیمون مشتونی میکرد، کمکم کن. من هیچ وقت تو زندگیم یه رفیق نداشتم. فقط تویی که میتونی به خودت کمک کنی. دقیقا جریانو از اول بگو. مشخصات آپارتمان شماره 81 لیست بشه، صاحبش، سندش، تلفنش و هر چی که درباره این آپارتمان میشه فهمید. سوژه رو تعقیب میکنه، منتظر دستور هستیم. تمام. Thank you.
فاصله نگه داشت. تیر رد گم کرد، کار ما مشکل شد. خودشه آقا، چی میخوایی؟ آخه شما کی هستی؟ لحظه هیچ موردی که مشکوک باشه دیده نشده. آیا لازمه به مراقبت ادامه بدیم؟ منتظر دستور هستیم. تلفنشون رو کنترل کنیم کافیه. ضمناً به واروش بابایان افسر آگاهی بگید فوراً با من تماس بگیره. چشم قربان. سلام آقا. سلام. بفرمایید. قیمت این سرویس چنده؟ 520,000 تومان. خیلی گرونه. نقره انگلیسی اصله، نظیر نداره. شما عتیقه شناسین؟ کارم اینه. خیلی ممنون. خیلی. برای شما 12 تومان. تخفیف چی؟ این قیمت پارسال خانم، اگه جای دیگه بپرسین 18 تومن هم نمیده. باشه. خداحافظ. خوش اومدین، به سلامت. ببخشید. برای غلامی کار دارم. شما قربان؟ من از دوستانشون هستم. اسمتون؟ خودشون منو میشناسن. دیروز تلفنی باشون صحبت کردم. تشریف داشته باشین، الان میگم بیان خدمتتون. بله. We'll be right back.
من اصلا نمیدانم کجام. دوم چی کار به کار شما دارم؟ والله نمیدانم شما چی کارین. فکر میکنی ما چه کاره هستیم؟ والله راستی چی بگم، شک کردم. قاچاق میکنین؟ خب اینم میخوادش یه جور کار دیگه، دل و جرأت میخواد. حرف حسابشون چی بود؟ بیشتر سراغ آقای خرم رو گرفتن. من گفتم از ایران رفته. هرچه هست به من چی ربطی داره؟ اصلا من خیلی هنر کنم شکم زن بچه من سیر کنم. یکم پول بهش بده. دویستم میذاری روش تازه سرراست میشه. خیلی ممنون. دیگه چیزی هست که نگفته باشی؟ مامورا یک جوانی را آوردن به من نشان دادن، خواستم ببینن منو میشناسم یا نه. جوانم پاشگیر بود. این چه ربطی به ما داره؟ خواستم بدونین. بگو برسوننش. یه وقت شیطون تو جلدت نره زن و بچه تو بدبخت کنی. خاطر شما جمع. ببرینش تو ماشین. بگو تو کوچه پس کوچه های شمرون بگردوننش، بعد پیادش کنن. ببخشید جسارت بهش اطمینان دارین؟ من به هیچ کس اطمینان ندارم. اگه اینطوره پس چرا ولش کردین؟ اون برامون خبر میاره. مراد، یه مورد هست که منو نگران میکنه. اون جوونی که سرایدار میگفت، فعلا تنها بازی ما اینه. چه بازی؟ خودش از من کار خواست. تو هم بهش پیشنهاد دزدی دادی. من؟ بعدم آدرس آپارتمان به اضافه کلیدو دادی به جلال. خوبه خودتون میبرین و خودتونم میدوزید. مگه من خودم چلاق بودم؟ میرفتم جلو کارو تموم میکردم. اون وقتا که خودت میرفتی جلو اسمت قلام تشتک بود. اینم پروندته. حالا دیگه زرنگ شدی، وضعت رو راه، جعل پاسپورت، مسافر قاچاق. خوب گوشات واکن آقای غلامی. صاحب اون آپارتمان تو قضیه دست داره که مجازاتش اعدامه. هر کس با اون ارتباط داره از نظر ما مظنونه و شریک جرم. حالا دعا کن فقط دزدی قالیچه باشه و الا جایی میری که عرب نینداخت. من اصلا نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. یه فرصت دیگه بهت میدم. اگه هرچی میدونی نگی، همراه با پرونده بمبگذاری میری دادگاه. بمبگذاری؟ آقای باروش بابایان؟ بله، خودمم. جناب سربرد هاشمی گفتن فوراً با ایشون تماس بگیری. چشم، حتما. این کل پرونده است. دقیق بخون. از حالا تا چند وقت دیگه هیچ کار شخصی نباید انجام بدی. فوراً با وزارت کشور، وزارت امور خارجه، نیروهای انتظامی تهران بزرگ و همه نهادهایی که فکر میکنی لازمه تماس بگیر. تمام تحقیقات باید محرمانه باشه. اولین کارت اینه. تمام قبضای تلفن آپارتمان 81 باید کنترل بشه. هر تلفنی که به خارج داشته. شمارش، زمانش و هر چیز دیگه‌ای که لازمه. یک چیز مهم. تحقیق کن از حالا تا یک هفته دیگه چه اتفاقای مهمی قراره بیفته. خب حرفی داری؟ من در اختیارم، فقط یه کار کوچیک. نمیتونم نرم، عروسی خواهرمه. اگه بتونم نیم ساعتم برم خوبه. تو کلیسای نمیدونم الان چی بگم، اما اگه تونستی برو. خیلی خوب، حالا خیلی سریع برو کارایی رو که گفتم پیگیری کن. چشم برو. چشم. امر بفرمایید. جلال و امیدفر رو بیارید. غلامی اعتراف کرد؟ هنوز نه. دروغ میگه. بیا جلو رو من انکار کنه. در این که تو رو تشویق به دزدی کرده تردید ندارم، ولی میخوام چیزای دیگرم بفهمم. من تا اون موقع باید اینجا بمونم؟ تکلیف تو تقریبا روشنه. باید بری دادسرا. آخه من که جرمی مرتکب نشدم.
به این میگن جرم عقیم، اقدام به سرقت. وظیفه قانونی من حکم میکنه تو رو تحویل قاضی بدم، اما من وظیفه شرعی و انسانیم دارم، تو رو تنها نمیذارم. دیگه بر من فرقی نمیکنه. حاضر بودم به هر سختی تن بدم به شرط اینکه تصویری که از من تو ذهن اون بچه است خراب نشه. حیف که شد. ناامید نشو. خدایا چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ دلم خیلی شور میزنه آقا جون. راست هست رو دست گذاشتی که مفت و مسلم طلاقت بده. ها؟ کجا میری؟ میرم کلانتری. تو دادگاه هر چی دستم پرتر باشه بهتره. شما جوشه چیو میزنی آقا جون؟ تو نمیفهمی دختر، این پسره به درد تو نمیخوره. بچه رو میخوام بندازم گردنه. یواشتر، سعید بیداره. با یه بچه مشکل شوهر گیرت میاد. که؟ چی شده مامان؟ سلام پدر. سلام علیکم. منظور آقای کریمی؟ بلای خودم هستم جناب علی. در مورد دامادتون جلال میخواستم صحبت کنم. جلال خوش اومدی، صفا بردی، بفرمایی. خوش اومدی، خوش اومدی نصری، یا آقای پلیس اومدن. بالاخره دستش رو شد. چی شده آقا؟ جلال کجاست؟ تو رو خدا بگید چه بلای سر شوهرم اومده؟ بگو آقا، واسه زن بیچارش تعریف کن. شما چی میگین پدر من؟ چرا انقدر شلوغش میکنین؟ سلام. سلام. اسم شما چیه پسرم؟ سعید. باریکل. نگران نباشید خانم، من هاشمی، افسر آگاهیم. آقا جلال یکی دو روزه داره با ما همکاری میکنه. همکاری؟ چه همکاری میکنه؟ مسئله محرمانه است، متاسفم. این زنشه، منم پدر زنشم. آدم نامحرم اینجا نیست. قضیه رو صاف و پوسکنده بگیم. این نامه رو جلال برای شما نوشته، میخواد سعیدو ببینه. بله درسته، خط خودشه. نوشته سعیدو با ایشون بفرستم بره. البته با اجازه شما. بله بریم. به نظرم نخواستی زنش بفهمه. خب پختگی کردی، حالا بگو ببینم داستان چیه؟ دزدی کرده؟ کریوکی چیزی ازش گرفتی؟ به آقا جلال نمیگم شما یه همچین حرفی زدین. بابا تو هم خواهی پلیس بشی؟ نه بابا جون، من با عمو هاشمی دوست. عمو جون شما ماشینه تو میدی به بابا من؟ نه عمو جون، این ماشین اداره است، نمیشه. رسید همینجاست. برو جلال. یعنی چی؟ از خودت مطمئن نیستی؟ خوب آخه نداره، مامورا صبح بیان دنبالت. خدافز. خدافز. خونش هم اینجاست، مراقب باشین اگه از خونه خارج شد یا کسی اومد زود به من خبر بدین. اطاعت میشه قربان. با اجازه. بگو باروش، بگوشم. طلاق قبضای اون آپارتمان پرداخت شده. مکالمات خارج از کشورش زیاد بوده، ولی متاسفانه شماره تلفنایی که با خارج از کشور تماس داشته از حافظه کامپیوتر پاک شده. گفتم از طریق 195 تماسی اگه گرفته پیگیری کنم. تعداد قبضا زیاده، حدود 200,000 تا. چه دستوری می‌فرمایید؟ بگو بررسی کنن، ازشون بخوا در اولین فرصت به ما جواب بده. فقط شماره تلفن آپارتمان به ما دادن. از طریق طبقه بندی کشورها هم نمیتونیم عمل کنیم، چون نمیدونیم این شماره با کدوم کشور تماس داشته.
تمام قبضه رو باید یکی یکی کنترل کنین تا شاید سرنخی به دست بیاد. این تنها چاره است. قربان، تا اینجا با تماسایی که تونستم بگیرم این لیست تمام اتفاقات مهمیه که قراره تا هفته دیگه بیفته، به جز دو مورد که محرمانه است و اعلام نشده. اون دو مورد چیه؟ یکیش مربوط به دفتر ریاست جمهوریه و یکیش مربوط به وزارت امور خارجه. معاونت سیاسی وزارت امور خارجه رو بگیر، منزلشونو. الان قربان؟ آخه بگیر، خودم صحبت میکنم. چشم. چورت نزن شاد اومد. ماه عسل خوش میگذره؟ بله من کن بابا، نصف شبی. بله قربان. میبخشید قربان، مسئله خیلی حساسه. بله قربان، صبح خودم میرم خدمتشون. متشکرم. تلفنی نمیشه گفت. صبح خودم باید برم. پیدا کردم اینا. چونه من؟ راست میگی بچه؟ نگاه کن. بله بفرمایید. آپارتمان شماره 81 یک بار از طریق اپراتور 195 با این تلفن در پاریس تماس گرفته، اما مکالمه انجام نشده. یادداشت کنید. بفرمایید. یادداشت کن. 537. بله. 426. 537. 426. خیلی متشکرم، خسته نباشین. همین الان از طریق پلیس بین‌المللی با پلیس فرانسه تماس بگیر. بگو این شماره تلفن در پاریس ردیابی کنن. چشم. محل جدید جور شد، همون جور که شما گفته بودین. فقط دوتا قبض جریمه هم چسبوندن به ما. اشکال نداره، هر چیز مهمی که اینجا داریم باید برداریم و صبح محل سرهنگ رو عوض کنیم. قربان، هنوزم نمیگین قراره بمبو چه ساعتی و کجا؟ خودم هم نمیدونم. دیگم از این سوال ها نکن، فهمیدی؟ چشم. فقط اون جوون که سرایدار میگفت منو نگران کرده. بله قربان، متوجهم. فرمودید فردا صبح. بله، راجب اون مسئله‌ام که گفتید به صلاح ما نیست. به هر حال شما سعیتونو بکنید طبق روال همیشه. بله قربان. قربان واروژم. بگو واروش، بگوشم. پلیس فرانسه به ما اطلاع داد اون شماره تلفن یه تلفن عمومی در حومه پاریس. یعنی کشک. بگو برن دنبال جلال امیدفر، ببرنش دادسرا. تمام. اگه حرف بزنی به قید ضمانت آزاد میشی. اسمش افشاره، رفیق صمیمی خرم بود. کارش چیه؟ با خرم شریکن، قاریچه میخرن میفروشن به خارج. این ظاهرشه، پشتش چی؟ والا قاچاق عتیقم میکنن. کیا اونجا رفت آمد داشتن؟ کسی نبود؟ توشون کسی سرهنگ نبود؟ والا من خبر ندارم. همینو اگه بگی ممکنه. یه مرد عرب باشون بود، بهش میگفتن سرهنگ. کجا زندگی میکرد؟ نمیدونم، میگفتن تو تهران کاری نداره. برات اتفاقی افتاده؟ نگران نباش. کجا باید بری؟ مگه برای تو فرقی میکنه؟ آره، الان خیلی. تو این مدت تنهایی با دلشوری که داشتم دلم میخواست بودی و باهات درد و دل میکردم. چشات پف کرده، گریه کردی؟ من میخوام بیام خونه، میخوام باهات حرف بزنم. من خونه نمیرم. چی شده جلال؟ چرا به من هیچی نمیگی؟ منم دلم میخواد باهات حرف بزنم، منتظرم هستن. باید برم. خدافظ. خدافظ. با تمام هتل‌ها ارتباط برقرار کن. بپرس از توی کدوم یکی از هتل‌ها با این شماره تلفن در پاریس تماس گرفته شده، حتی یک بار. قربان، میتونیم سراغ یه سرهنگ عربو بگیریم. سرهنگ ممکنه اسم مستعار باشه. آره. درسته.
آها چی شد؟ پس چرا سرهنگو نیاوردی؟ بهش گفتم، گفت یه تلفن مهم داره. دو ساعت دیگه میرم دنبالش. معطل نکن. برو دنبالش. همین حالا. چشم. الو؟ بله. خیلی ممنون. به مامور مستقر در هتل بگین مراقب رفت آمدهای مشکوک باشه. چه خبر؟ هتل آزادی قربان. سریع بریم. در حال حاضر سه تا مسافر عرب داریم. یه پیرمرد اهل سوریه که کارمند سفارت هم هست، یه جوان بازرگان اهل دارم. و سومی؟ این مرد سعودیه، مستر ابو سعید. عقل مرد. پاسپورت چلوت کنیم. چشم. خیلی ممنون. مستر ابو سعید، این آقا الان تو هتله؟ بله، همین الان پیش پای شما تلفن کرد، صورت حساب خواست. تا چند دقیقه دیگه ممکنه بیاد پایین. من میرم بالا، تو مراقب این پایین باش. مراد چه خبر شده؟ پلیسا تو هتلن. چی؟ این یکی دو روزه خبرایی شده. الان کجان؟ پایین تو لابی. اسلحه لازم نیست، همین دور و برا پیادتون میکنم. از هاشمی به مرکز، از هاشمی به مرکز. بگوشم سوژه شولت ایمپالای آبی رنگ، احتمالاً سرنشینانش مسلحند. گشتی های منطقه توجه کنن، متوقفش کنید. کجا رفت؟
از این ور. چشم ازش ور ندارم. بهش نزدیک شد. بیارینش بیرون. خیابانهای اطراف رو ببندین فوراً. باید زنده بمونه. امیدوار نباشین، سوختگی شدیده، ولی ما همه تلاشمونو میکنیم. بله بله، خودمم. پرونده رو میزه، احتمالاً فردا صبح. من راضی به متهم جلال امیدفر نظر خاصی دارم. اون الان در مرحله لغزشه. اگه در آینده تبدیل به یک موجود فاسد بشه، حتما بدونید یک نقصی در ما یا در نظامی که براش کار میکنیم وجود داره. ما میتونیم با برخورد صحیح از اعدامی راهش جلوگیری کنیم. میخواستم قبل از تشکیل دادگاه جناب قاضی رو ببینم. خیلی هم ممنون میشم. موفق باشید. خدا حافظ شما. چه خبر؟ قربان، گزارش دایره تشخیص هویت. حق با شما بود. پاسپورت جعلی. بله.
هویت اصلیش مشخص شده؟ اسم واقعیش احمد طالع خلیل، سرهنگ سابق ارتش بعث. بعد از امضای قرارداد بین ایران و عراق در رژیم گذشته مدت 10 سال وابسته نظامی بوده و در جنوب ایران فعالیت میکرده. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی از خدمت در ارتش بعث بازنشسته شده است. حیف، چیزی نمونده بود بگیریمش. وقت زیادی نداریم. هرچی هست تو همین یکی دو روز، امروز یا فردا. اون ماشین سوخته رو بگو تو اداره از هر نظر بررسی کنن. شما پول زیادی گرفتین آقای افشار، مسئولیت دارین. ما هنوز بازی رو نباختیم، اما کنترل بازی از دست ما خارج شده. خوشبختانه هیچ ردی از ما ندارن. پس برای چی اومدن هتل؟ شاید اصلا مربوط به برنامه ما نباشه، شاید در رابطه با کارهای سابق شما و خرید و فروش عتیقه سراغتون اومده باشن. عجب غلامی. آره غلامی. اینجا از هر نظر امنه. بهتون قول میدم این بمب هم منفجر میشه، شما هم صحیح و سالم آخر هفته ایران رو ترک میکنید. فعلا استراحت کنید. قرار ما لو رفته. یعنی چی آقا؟ یه نفر به پلیس خبر داده چیزی نموده بود که سرهنگو بگیرم. آقا اینجوری به ما نگاه نکنین، ما مگه دیوونه ایم به کسی حرفی بزنیم؟ مراد کجاست آقا؟ گفتم بیچی دو روز این طرفا آفتابی نشه، زیاد بهش اطمینان ندارم. شاید ردش کنم بره. سهمش چی میشه آقا؟ اگر لیاقت نشون بدین به شما دو نفر خواهد رسید. چی کار باس بکنیم؟ میگم، دو سه تا کار هست که یکی یکی بهتون میگم. اولیش اینه، بله، مرسی، خداحافظ. شماره اتومبیل قلابی بوده، دارن تلاش میکنن از طریق شماره موتور و شاسی سندش رو پیدا بکنن. خیلی خوب. قربان ببخشید، جسارت، اگه اجازه بدید. بله میدونم عروسی خواهرته. الان ساعت 3، 4:30 اینجا باش، از قول من تبریک بگو. صدای قشنگش رو شنیدین قربان؟ خب من برم سراغ کار دوم. شو. هرچی میکشم از دست تو، از دست گیج بازی تو. برو بیرون، از اینجا برو بیرون، بیرون.
چقدر درو گفت کردی؟ آقای افشار میاد ملاقاتت. درو باز کن رضا. رضا درو باز کن. هارون زاده میگم درو باز کن. در رو باز کن. آقای افشار، تو رو خدا آقای افشار بذار حرفمو بزن. تو رو خدا بذار حرفمو بزنم. همه ی حرفاتو به پلیس زدی. تو دو سه دفعه اومد پیش غلامی و رفت، ازش کار میخواست. اون روزم که بهتون گفتم داشت یه چیزایی به غلامی میگفت و گله میکرد. فوتوکپی شناسنامه و عکس و آدرس و تلفن خونه پدرزنش رو گذاشته بود اینجا که غلامی واسش کار پیدا کنه. مطمئن باشین براتون پیدا میکنم. خیلی متاسفم. مطمئن باشین من همه تلاشمو میکنم. در اولین فرصت گزارش کاملی ارائه خواهم کرد. بله. متاسفم، نمیدونم چی بگم. محکم باش واروش، محکم. اینا همه واقعیت‌های زندگی. اون جنایتکارا ارمنی و مسلمان و زرتشتی نمیشناسن، اما تا حالا چیزی نتونسته این ملت رو بشکافه. از این به بعدش هم نمیتونه. مثل خواهر تو خیلی رفتن، برادر خود من. بله میفهمم. به جای تو یکی از افسرهای خودمون میتونه کار کنه. نه حالا دیگه بس فرق میکنه. هم وظیفه منه هم حق منه که تا آخرش باشم، طوری باشم که هیچ وقت نبودم. محکم باش واروش، محکم. مطابق ماده 15 از قانون مجازات عمومی، اگر شخصی اقدام به جرمی کند، مثلا سرقت، و به واسطه مانع خارجی، مثلا وجود شخصی در محل سرقت، قصد سارق معلق بماند و جرم واقع نگردد، همچنان شخص مورد نظر به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. اما از آنجا که متهم بدون سابقه کیفری بوده و به شهادت برادر سرگرد مرتضی هاشمی در جهت افشای عناصر ضد انقلاب با نیروهای انتظامی همکاری نموده، مجازات وی تا 5 به حالت تعلیق در آمده و به حکم این دادگاه متهم جلال امیدفر از این تاریخ آزاد می‌گردد. من واقعا نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم. من کاری نکردم. هم من و هم قاضی به وظیفه قانونی و شرعیمون عمل کردیم. برو سراغ خانواده، بچسب به زندگی تو، زن و بچه‌ت. خب من دیگه باید برم. موتور من تو کلانتریه، اگه اشکالی نداره ترتیبی بدین که برم موتورمو تعویض کنم. تلفن میزنم همونجا به تعویض بده. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. بگو باروش، بگوشم. قربان سری خودتونو برسونی بیمارستان. سوژه از مرد گذشت. علت من تزریق. همه بازداشتن، سریع بازجویی بشن. نگفتی پدرت کجاست؟ نمیدونم، این روزا میره سراغ وکیل.
داره از همسایه ها استشهاد جمع میکنه. پس بیکار ننشسته. تو چی؟ میخوام از یه چیزی مطمئن بشم. چی؟ برام خیلی مهمه. خب بگو. ته دلت هنوز جایی دارم یا نه؟ شدم. من و سعید میریم یه چرخی میزنیم، یه کمی خرید میکنیم. تو یخچال غیر از آب خوردن فکر نمیکنم چیزی باشه. زود میای. خدا حافظ. غروب منتظرتم. برگرد بیا خونه. باشه. شنیدم، متشکرم. ۴۲۹. کردم از اون قفس خلاصت کردم. اینه موزه دست من. من فکرامو کردم، دیگه نمیخوام جلالو تنها بذارم. اگه از این در رفتی بیرون دیگه رو من حساب نکن. من روی خودم حساب میکنم. شما رو ببینه. بچه کجاست؟ نیستش. مگه موازی بشه بودی؟ همین جاها بود، خودم دیدمش. فرار کرده، خواب بودی؟ بیبریم. کجا ممکنه رفته باشه؟ منم همینو میخوام بدونم. شما از کی تالا خونه این؟ از صبح تالا اینجا. جلال به من قرار گذاشت، گفت با سعید میرم خونه. موندنتون اینجا صلاح نیست. یعنی ممکنه؟ فعلا چیزی نمیتونم بگم.
پلیس سر نرسه. آخه چجوری یه وجب بچه از دست شما دوتا نره خر فرار کرد؟ حواستون کجا بود؟ همش تقصیر توه. من یه دقیقه به من چه مربوطه؟ ساکت باشیم بذاریم فکر کنم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تا افشار بیاد. کی از تو بازجویی میکرد؟ یادم نیست. محلش کجاست؟ یادم نیست. 305 بله قربان بگوشم. جناب سرگرد هاشمی، افسر ویژه تجسس رو فوراً پیج کنید. تمام. اطاعت. تنها کسی که منو شناسایی کرده همین جوونه. میتونیم اونو به عنوان گروگان با خودمون ببریم. من ریسک نمیکنم. اگه قرار نبود خودم کارو تموم بکنم ممکن بود، ولی دو ساعت دیگه تو نمایشگاه با فشار تجربه رادیو کنترل کار ما هم تمام میشه. عجله کن، وقت زیادی نداری. حواستو خوب جمع کن سعید. من همینطور که این دوره بر میچرخم ببین کدوم خونه است. حالت خوبه؟ آره. اونا کجا؟ ویلا همین پشت. اونجا؟ آره. همین الان فرار کرد. چند نفر بودن؟ 4 نفر بودن. با دو تا ماشین، هر کدوم 2 سر. مشخصات ماشینا؟ ها؟ یه بویوک. خب. خب. یه شورلت. شماره ماشینا یادته؟ شماره؟ نه. خب باشه، باش بریم. باشه. بچه رو نمیتونیم با خودمون ببریم، باید تحویلش بدیم. نترس بابا. بیادش رو سعید، خودو بیارم.
سرکار این بچه تحویل شما. بدو 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 برو جونم. اتومبیل پلیس دنده عقب بگیر. بیو که سفید شناسایی شد. چه شده آقا؟ بیا پایین حرف نزن. چه شده؟ پایین بکایی نه چه شده؟ بیا چه شده آقا؟ حرف نزن روز راشا آقا آقا من مریض بریم. تمام واحدا توجه کنن، اتومبیل عوض شده، تویوتای کرونا سفید مدل 78. تمام. اگر به هر دلیل این نقشه عقیم بمونه، چون هر دوی ما در خطره، بی احتیاطی کردین آقای افشار. آرام باشید آقا. شما همینجا باشید، من برم کار تموم بکنم. بسیار. بذار از شهر خارج شم. به تمام واحدهای مستقر در بزرگراه، شورولت ایران سفید رنگ با دو سرنشین متوقفش کنید. تون برو دارم میان. فاصلش زیاده، یه کارش میکنیم. شورولت سفید دیده شد. با دو سرنشین. از دو طرف جاده بسته است، متوقفش میکنیم. بسته است، برو، 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 برو. خواست بده، برو، برو، برو. قیافه افشار یادته؟ آره دقیقاً. اون گفت نمایشگاه.
ریموت عمل نمیکنه. 4008 روی عدد 85 ثانیه مکس کنید عمل میکنه. لعنتی. Thank you.